بعضی از استرس ها بعد از ازدواج کم میشه. استرس به معنای وارد اومدن فشار بیشتر از حد توان تحمل فرده. به واسطه تغییرات بیولوژیکی توانایی جسمی افراد معمولا بعد از ازدواج بیشتر میشه. یاری وجود داره که به شرط مهربون بودن زمانی که فرد از سر کار برمیگرده، خستگی های جسمی روحی با تماشاش و همصحبتی برطرف میشه و این فرایند باعث میشه یا کمتر دچار استرس بشه یا تحمل استرس زیاد براش آسان بشه. امکان نداره فرد همسری مهربان و شیرین داشته باشه و وقتی توی خونه است به آرامش نرسه مطالعات علمی اثبات کرده که استرس متأهل ها کمتر از مجرد هاست البته ناگفته نماند این تحقیقات در آمریکا انجام شده و مکافات مالی فرهنگی سیاسی مردم در خاور میانه توش لحاظ نشده بحث مالی بزرگترین عامل استرس دا برای مردم دنیا مخصوصا در خاور میانه است ازدواج تا حد زیادی باعث میشه یا به خاطر فشار زن و فرزن یا به واسطه تعهدی که فرد در قبال تأمین مالیشون روی دوشش احساس میکنه خجالت کمرویی تنبلی فرصت سوزی و مسامحه کاری رو یا به اختیار یا به اجبار کنار بذاره و برای رسیدن به پول و امکانات مالی بدوه لذا ازدواج عاملیه که در اکثر افراد باعث میشه شرایط مالیشون بهتر از قبل بشه ممکنه رفقای متأهل به مجردها بگن نخیر داریم سگدو میزنیم برای یه لقمه نون برای اثبات اینکه اینا اکثرا اشتباه میکنن بیاین جلوی خود شون اموال خودتون رو با پولها و اموالی که رفیق متعهلتون از لحظه خواستگاری تا الان به دست آورده و خرج کرده یا داره رو محاسبه کنین کدوم یکیتون تونستین در این بازه زمانی بیشتر پول در بیارین با یه محاسبه سرانگشتی میفهمین که رفیقتون چندین برابر بیشتر از شما در آورده علت اینکه که میناله به مسائل دیگه ای مربوطه که 99 درصد ناشی از چشم و همچشمی ها برای خرید چیزای بیشتر و اسرافکاریه و نه تأمین احتیاجات واقعی اون نیازهایی که متأهل‌ها برای داشتنش مینالند برای مجردها دست نیافتنی تره طبق تحقیقات ازدواج کردن به اندازه که ترک سیگار باعث سلامتی میشه به سالمتر شدن افراد کمک میکنه سطح فعالیت فیزیکی افراد بعد از ازدواج به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه که این هم خودش سلامتی و افزایش توان جسمی رو در پی داره و هم تاییدی دیگر بر اینه که پول راحت تر به سمت فرد سرازیر خواهد شد چون فعالیتش برای کسب و کار بیشتر میشه ازدواج باعث میشه به جای مصرف غذاهای کارخونه یا فستفودها غذاهای سالمتری در منزل تهیه و مصرف بشه و لذا از ابتلا به بسیاری از بیماری ها پیشگیری میشه اما از طرفی خوش خوراک شدن و اینکه تستوسترون بدن پس از ازدواج کم میشه باعث میشه حجم عضلات کمتر بشه و کالری کمتری سوخته شه و فرد دچار اضافه وزن بشه تمایل به ورزش کردن هم کمتر میشه مخصوصا اگه طرف بچه داشته باشه لذا با اینکه تغذیه بهتر میشه اما برای پیشگیری از اضافه وزن و بیماری های متعاقبش باید فعالیت جسمی از طریق شغل جسمانی یا ورزش لذت بخش نظیر فوتسال حفظ بشه وقتی یکی از زوجین دچار درد مزمن میشه اون یکی هم علائم افسردگی از خودش نشون میده این هم یکی از تغییراتیه که پس از ازدواج در بدن همسران عاشق اتفاق خواهد افتاد آقایون حتما میدونن که خانما نمیمیرن مگر پس از 120 سال عمر با عزت اما آقایون تا اسرائیل رو به چشم نبینند باور نمیکنن بیماری خاصی داشته باشن داشتن شریک زندگی باعث میشه همین که یه تغییر جزئی در قیافه مشاهده شد فورا همسر و فرزندانش به زور هم که شده ببرنش دکتر دوا درمونش کنن همین عامل فاکتور مهمیه که باعث میشه ازدواج کاری کنه که افراد بیشتر عمر کنن